بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صبح ازا تنفس ای نور سلام معنای قشنگ وتر موتور سلام ای آیه تطهیر دلم مهدی جان قربان نگاه پاکت از دور سلام السلام علیک یا ابا صالح المهدی سلام از میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی خوشحالیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده و بسیار مفتخریم که همراه شما هستیم و در کنار شما به رسم شنبه ها در محضر سرور عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین آقای رسولی با موضوع احکام سلام علیکم سر بسیار خوش علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون هستیم. تشکر از شما جان خیلی خوش اومدین. و خیر باشین ان شاء الله. خوشحالیم که این هفته در خدمتتون هستیم ان شاء الله, الله که استفاده می‌کنیم از محضرتون. موفق باشید. شما میگه که از سلام با بینندگان داشته باشین و ان شاء الله ببینیم که سوالاتی که بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی رسول الله وعلى آله آل الله اللهم صل على محمد وعلى محمد, وعلى محمد وعجل فرجهم بینندگان عزيز و همراهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جورسيا صحت باشين ومثل همي شا مارا مصضاي خيره فراموش نامي هذا الخدمة تنسى مسلي سك خدمة باش إن شاء الله أصل محترم عزيزان الحمدلله مهربانی کردن و سوالات بسیار زیادی امشب در خدمت شما شده که حالا ببینیم وقتی برنامه چقدر اجازه میده که در محضرتان اینا رو بشنویم. اولین سوالی که بیننده عزیزمان از کشور عزیزمان افغانستان به نمبر مثبت 93 74, 76 4 نمبر آخر 38 25 ایشون سوال کردن که همسای ما اهل موسیقی است. موسیقی زیاد گوش میده و صدایش هم ظاهرا کمی لاس بکره زیادتر میکنن اذیت میکنه و این صدا به واضح به خانه ما میایه ما چی وظیفه داریم در قبال همسایه یا میتونیم کاری بکنیم بریم از نفر دیگه درخواست بکنیم کمک کنه یا خود ما مستقیما وارد شیم خدمت از این بیننده عزیز که ممکنه ما را ببینه و صدای ما را کنه. بشنوه باید عرض کنیم که ای بیننده عزیز ما در دو ساحه وظیفه داره صاحه اول و شنیدن که گوش دادن به موسیقی حرام است اما ما خدمت شما و از ای بیننده عزیز ارز کنیم که هر رقم موسیقی گوش کردنش حرام نیست به تعبیر موسیقی دو قسم است یا موسیقی حلال است یا موسیقی چی حرام پس بنابراین گوش دادن به موسیقی حرام حرام است که از فحوای سوال هم فهمیده میشه که ظاهرا موسیقی از اون موسیقی های خوبش نیست به حلال موسیقی حلال نبوده اگر نی به شکوه ام. نمیشده و سوالش از ما پرسان نمیکرده خب احتمالا این موسیقی موسیقی حرامه و اما همینجی برای بیننده عزیز و شما بگوییم که تشخیص از که موسیقی حرامه یا موسیقی حلاله باز به با عرفه به خود شخص است که تشخیص بدهی این موسیقی حرام است یا حلال اما فقهای از حضرت های و شان از جمله حضرت آیت الله ما سیستانی یک فرمول دادن گفتن او موسیقی که مخصوص مجالس لحوه و مخصوص مجالس خوشگذرانیه این موسیقی گوش دادنش چی میشه حرام, حرام میشه اما موسیقی که مخصوص مجالس لحو نیست بلکه در خدمت شما کنم ممکنه سمینار ها در جاهای دیگه با عنوان موسیقی فاخر باشه خب قطعا گوش کردن از اینا حلال نداره. است و اشکال یا یک جلسه خدمتون بودیم مثل این سوال پرسان کرده بودن از که بعض از موسیقی هایی که در کلب میمونن و مخصوص برای سپورت جور میشن بله بله و همچنین مارش های نظامی موسیقی هایی که در ارتش و جای دیگه استفاده میشه و همچنین در ورزش ها در کلپ ها استفاده میشه و موسیقی اعضا اینا هیچ کدامش حرام نیست پس یک نکته نکته دیگه هم که باید هم اینجا متذکر شیم که بسیار از اوقات با موسیقی خوانندگی هم امراه است یعنی یک شخصی خواندن میکنه م. که به تعبیر او میگن غنا غنا یعنی طور انسان صدای خودش در گلو پرته و طور آواز خانی کنه که باز هم آواز خانیش مخصوص مجالس چی باشه لهو باشه به نظر مم. حضرت آیت الله العظما سیستانی برخ از دیگه میگن مجالس لهو و لعب ولی حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرمایم که مجالس لهو باشه پس گاهی موسیقی تنهایه که باز نگاه میکنیم خود از این موسیقی آیا مخصوص مجالس لهو هست یعنی که اگر باشه گوش دادنش جایز نیست و گاهی موسیقی توأم با صدای یعنی یک شخصی میخونه حالا گای خواندنش خواندن عادیه گایم هم خواندنش توعم با اشعار عاشقانه و اشعار چی مبتزله باز مم. از, از این جهت چی میشه حرام میشه تبل میشه ولی برای از که انسان بفهمه که این موسیقی از کدام نوعشه ابتداعا گوش دادنش جایزه انسان جایزه که گوش بده که این موسیقی از موسیقی لحو و لعبه یا از موسیقی های چیه؟ عادیه مم. پس موسیقی دو قسم میشه یک قسمش گوش دادنش هیچ مشکلی چی نداره قسم دومش گوش دادنش اشکال داره حالا که موسیقی چی اثرات در زندگی ما داره ما به این اشراف کاری چیزی نداره. که شده است مسائل احکام شده. خدمت بیننده عزیز عرض میکنیم و اون نکته دیگه یکی است که گوش دادن حرامه یک وقتی اگر انسان در گوشش میخوره خب خو ممکنه ما سوار بیایم در میدان هوایی در فرودگاه بخوایم مثلا پرواز داشته باشیم یا در استشن یا در قطار نه. یا جای دیگه یا در اماکن عمومی خب اینجا ممکنه در بعضی از کشورها موسیقی پخش شود و موسیقیش شو از اون حالت موسیقی چی باشه حرام باشه گوش دادن به موسیقی حرامه آش ببینیم چی بود کی گفت چی شد من. من با گردش خوردن به گوش خوردن به گوش ما کو نمیتونیم خدمت شما کنیم یک امر غیر ارادی یعنی به اراده من نیست که او به گوش ما بخوره به گوش ما نخوره خود بگیرم نمیشه پس صرف گوش دادن حرام است اما با گوش خوردن این حکم شرعی نداره هیچ مشکل خاصی نیست این از یک نظر از نظر دیگه قضیه امر معروف و نهی از منکر پیش میاد که انسان امر معروف کنه و نهی از منکر کنه خب امر معروف نهی از منکر شرایط بسیار زیادی داره که اولیش اینه که انسان در قلب خودش ناراحت باشه بعد یه که به اصطلاح زبانی امر معروف کنه و نهی از منکر کنه و مراحل بعدیش که و ضرب و ای گپا میرسه او حتما باید با اجازه حاکم کی باشه شهر باشه شرب. و نکته دیگه ای که باید انسان احتمال تاثیر میده و اگر نه شما احتمال تاثیر نمیتیم لازم نیست انسان امر معروف نهی از منکر کنه همون یک انسان در قلب خودش از این امر و از این کاری که انجام میشه بدش بیایه و حتی در چهره خودش میره بروز بتایمی کافیه چون شما هرچی که به او بگویی مثل داستان میشه که این سخن ها کی رو در گوش فلانی گوش فلانی رو بخره یا گوش دیگری او رو بفروش یا گوش دیگری رو بخر پس اگر احتمال تاثیر میته میتونه اون رو چی کنه امر معروف و نهی از منکر کنه امر معروف و نهی که خب روش های خیلی مختلفی داره ولی هیچ وقت روش خوش و قول لین و نرم نباید یاد انسان بره خدای تبارک و وقتی که به موسی علیه السلام و هارون علیه السلام امر میکنه که برین پیش فرعون میگه با او قولا قولا لینا, لینا. قول لین و گفتار نرم داشته باشید هیچ وقت با گفتار خشن و آمرانه از بالا به با پایین نگه کردن آقلا در صفی مم. اینا جواب نمیده بسیار از رای مقبول مورد قطعا و قطعا الله نتیجه خواهد داد پس بی به بیننده عزیزمان میگم که یک وقتی که حق هم شاید با شما باشه ولی نحوه بیان کردنش خیلی مهم است که آدم بره و همینطور که فرمودین از نقطه بالا سعی کنه که تو چی رایت میکنی؟ این چی رقم این چی چیزایی که شما گوش میکنین؟ چی رای کارو میکنی؟ خب خب اون نفر خب چپ هم میگیره دیگه میگه خب خانه خودم از چهار دیوار اختیاری دیگه من یک شخصی یک وقتی میگفت که دو نفر گفت آمدیم در دبلیو سی دیدیم یک دو نفر سیگریت میکشه گفتم خدای چی رقم اینا را ما از سیگریت کشیدن <متصفح> بسیار نمیشون کنم گفتم والله شما سیگریت کشا بسیار آدم نامرد هستید گفت چطور گفت خو استفاده داره شما اومدین ده خفا سیگریت میکشین دیگه حتما استفاده ای داره که دیگه آره را نمیتین <متصفح> گفت یکیش جوانتر بود یکیش پیر بود پیر اول شروع کرد گفت نه آجی صاحب اینی قدر این داره گفت باز جوان شروع کرد گفتن که نه این قدر ضرر داره خب گفتیم ضرر که داره چرا میکشه این هم یک نوع امر معروف نه از است روش دیگه هم داره که باید دوستا سعی کنند بهترین روش را انتخاب کنن بسیار بسیار تشکر میکنم استاد محترم ان که بیننده عزیز مانم به پاسخشان رسیده باشند سوال دوم ما بیننده از زمان از افغانستان به نمبر مثبت 93 افتادن و نمبر آخر 6605 شون سوال کردند که اگر خانمی در عادت ماهوار باشه آیا میتونه قرآن تلاوت کنه یا نه و بغیر از قرآن شریف آیا دعاهای دیگر هم میتونه خونه؟ اول نسبت به دعاهای دیگه هیچ مانعی نداره یعنی خانم در عادت ماهوارم که هست اتفاقا ما تاکیدم شده جناب حسینی. میگه اگر مم. خانمی در عادت ماهوار که نمیتونه نماز بخوانه یعنی نماز بخوانه حرامه یعنی نهی ازش قبول نمیشه که بمانه اگر این کار انجام بده فعل حرام را انجام داده. میگن امیر خانم که در عادت ماهوار خودش هست میگه در جایی که همیشه نماز میخوانده سجاده خود پن کنه یک وضوی بگیره رو به قبله ذکر بگویه و دعا کنه پس ذکر گفتن و دعا کردن هیچ مانی نداره نه نه. و اما میرسیم به تلاوت قرآن شریف که خب هر انسان مسلمان قطعا برنامه ریزی داره در طول شبان روز مقداری از قرآن شریف و کریم را تلاوت میکنه که کار بسیار خوب و سیره اهل بیت و قبل از اهل بیت سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله عليه و آله و, علیه و سلم آمی سلام. بوده بنابراین اگر خانم در عادت ماهوار است می فرمایند که فقط خواندن چهار آیه از چهار سوره که به تعبیر میگن که سجده های واجب داره این برش حرامه این برش حرامه این نباید ره بخونه کل سوره خاندن نشه یا نه خود آیه را الان خدمتتون میگیم پس چهار ما چهار سوره داریم که در هر سوره در یک آیش سجده, سجده واجب, واجب, داره. اگر سجده های مستحب ظاهرا در قرآن کلی سجده ها را اگر حساب کنی 14 سجده از این 14 سجده طبق نظر فقه جعفری چهار تایش سجده واجب, واجب داره است. یعنی اگر او را انسانی میشنود، گوش می ده، یا خودش می بعد از خواندن سجده واجب لازمه که باید سجده کنه سرش بر مهر بگذارم و هفت عضوی که به زمین گذاشته میشه در هنگام ده خب پس خود خانم ای آیات نمیتونه بخونه یعنی حرام اگه ای آیات بخونه ولی بقیه از این سوره را گفتن بنا بر احتیاط مستحب نباید بخونه همین بقیه از این چهار تا سوره را که میگم کدام سوره هست و باز گفتن که بیشتر از هفت آیه از قرآن نخونه که اگر بخونه مکروهه مکروه ما بارها به بینندگان عزیزم گفتیم مکروه در عبادت به معنایی که ثوابش چی میشه؟ کم میشه یعنی اگر مثلا خواندن قرآن شریف صد درجه ثواب داشته باشه و کسی که در عادت ماهواره یا کسی که جنوب است مشغول تلاوت نماز میشه ثوابش چی میشه؟ کمتر میشه فیلم مثل میگیم ما مثلا 90 درجه نه. ثوابی میگیره پس بنابراین حالا این آیات سوره هایی که سجده واجب داره اولین سورش سیو سی و, و, یعنی سی و دومین سوره قرآن سی دومین سوره قرآن که به تعبیر میگن که سوره سجده و این در آیه پانزدهمش همش یعنی پس خود سور سجده دومین سور قرآن پانزدهمین پانزده همین آیش این آیه واجب است که سجده چی داره واجب داره, واجب داره. پس نباید بخوانه دومینش سوره چهل یکمین سوره قرآنه که میگن سوره فصلت ای در آیه سی و هفتش. یعنی به آیه سی و هفت که میرسیم سجدی واجب داره و شخصی که جنوب است یا شخصی که در عادت ماهوار است بانو ایره نباید بخوانه سه بومیش خدمت شما ارز کنم که در سوره نجمه و نجم ازا هوا در آخرین آیش آیه آخ آخرین آیش نباید ایره بخوانه و چهارمین سوره سوره علقه که نوید مین ششمین سوره قرآن به ترتیب فعلا نباید چیزی این قرآن است اینا رو نباید بخونه دیگه کل قرآن میتونه بخونه اما تا کراهت داره سوابش چی میشه کم میشه بله حالا چه اشاره کردن که اگر میخونه یا میشنوه بله واجب میشه یعنی با شنیدن و با تکلم کردن تلاوت اتفاقا نام از سجده میگن سجده تلاوت مهم. سجده ای که در هنگام تلاوت قرآن که کسی دیگه تلاوت میکنه ما میشنویم یا خود ما چی میکنیم میخوا. تلاوت میکنیم اینو میگن سجده تلاوت که چهار تا سجده بیشتر نیست بله, بله. خصالتون چی بود بله ما اگر شخصی اردویش رو انجام میده بله, بله. اگر شخصی هم بشنوه بله و هم خودش رو بخونه دو مرتبه باید سجده ای سجده رو باید چی بده انجام م -م. بده ممکنه باز کسی دیگه برش خلق شوه که سوال که خب ما کتاب میخوانیم ما چی کتاب میخوانیم آقای ما خب بلند, بلند نمی کتاب بلند با چی خود کتاب میخوانیم از این سر مطالعه میکنیم شروع میکنیم می باز ورق میزنیم اگر کسی آیات سجده این آیاتی که سجده داره که چهار موضع بود گفتیم با چشم خودش خوان چوک میداره هیچ فقط شنیدن و تلاوت کرده پس تلاوت اگر تلاوت. کسی با چشم خود مرور کرد هیچ چیزی نیست اگر کسی گفت که بسم الله الرحمن الرحیم امی آیات شروع کرد به چی؟ به نوشته کردن خطش خوبه نستعلیق کار میکنه یا خطش نمیفهم خوب و چیز دیگه همین رو تمرین میکن. میکنه. میکنه کل قرآن تمرین میکنه از جمله به اینجی میرسه همین با مداد با قلم خودش نوشته میکنه بازم چیزی بگردن نزی مگر اینکه او را فقط همزمان با نوشته کردن اگر تلاوت اگر همزمان با نوشته کردن گفت دیگه بله و ممکنه سوالات دیگه باشه شاید در خب از تایپ میشنه و از تلویزیون میشنه و آیات سجده در در این زمینه حضرت آیت الله لازما سیستانی حفظه الله تعالی فرق گذاشتن بین پخش مستقیم و پخش ضبطی یعنی اگر که اگر پخش پخش مستقیم باشه مثل اعمالی که پخش ما پخش مستقیم اگر ما آیه سجده رو بخوانیم که خب هم بر خودمون واجب است که سجده کنیم بینندگان عزیز من تو که سجده کردن نمیتونیم به قول زنجیر است اما ولی... سجده بعد همونجا انجام شه بده آها نه دیگه سجده جای شماست که فورانی را انجام بده خب پس فرق گذاشتن بین پخش مستقیم و پخشی که ضبطی مثلا اگه بالی کست یا نوار ضبط شده باشه خب اگر بشنوی اشکالی نداره این خواندنش انجام سجده واجب نیست یا در کسیت است یا نمیفهم سی دی است یا چیز دیگه ای اگر خوانده شود واجب نیست که انسان سجده کنه ولی اگر صورت پخش مستقیم چی از رادیو باشه یا از تلویزیون باشه لایو باشه دیگه باید سجده را چی کنیم انجام بده. بسیار عالی اگر در نماز کسی این سوره های سجده داره بخونه حکمش حضرت آیت الله لازم سیستانی که اول البته چون ما شیعیان بعد از حمد یک سوره کامل میخونیم خب قطعا ما کو سوره فصلت خوانده نمیتونیم یعنی نمیخوایم بگیم مرسوم نیست بین ما سوره دیگر هم نمیخوایم از بین از این چهار سوره ای که به اصطلاح سجده واجب داره سوره علق از همه کمتره حالا یک نفر پیدا شد سوره علق خوان حضرت آیت الله العظما میفرمایند که اگر که به آیه سجده دار رسید باید سجده کنه و وقتی که سجده کرد بنابر احتیاط واجب این نمازش چی میشه باطل میشه م. نماز باید دوباره بخونه با یک سوره ای که آیه سجده نداره و اما اگر لجبازی کرد ببخشید گفت نه ما ادامه می این نماز و نماز چی داد ادامه داد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته می فرمه نمازش صحیحه اما به خاطر تأخیری که انجام داده یعنی تأخیر کرده ده انجام سجده و سجده رو به جا نیاورده گناهکار میشه از چی جبر انسان یک سوره بخونه که باز اگر در سجده بری نماز باطل شوه اگر در سجده نری بگذاری که السلام علیکم و رحمت الله و برکات رو بگی یه گناهکار شه خود همون تا <تصفح> بسیار خوب و مقبول دیگر میخوانه و نمازش چه الله قبول بشه <تصفح> شاید از روی سه و خطای کار صورت میگیره اگر از روی سه و خطا صورت بگیره به هر جای از, از این سوره که برسه و ملتفت شوه و ملتفت که این سوره سجده واجب داره میتونه رها کنه و اگر سهو کرده می رقم ای کلا فراموش کرد که ای به اصطلاح سجده واجب داشته بازم نماز شکالی نداره و گناهی هم بری نیست چرا چون سهو کرده و فراموش کرده ما در یک مجلس انانسری میکردیم از قاری دعوت کردیم قاری صاحب آمد شروع کرد در تلوات یه هم سوره علق شروع کرد بعد یکی دو نفر در من گفتن که شاید گفتم نه نه میخونه میفهم خودش ای پیش رفت پیش رفت کم کم نزدیک شد گفتیم <applause> حال بس میکنه حال بس میکنه, بس میکنه. نه هم سوره رم آیه رم خوند و کل جماعت ده سجده او زیر تاثیر رفته بود میخواسته یک جایی قد کنه دیگه <applause> سربند <applause> برابر نشده <نشرب. معثن> بسیار عالی تشکر میکنم استاد محترم و تایم میان برنامه رسیدیم سری میزنیم به اتاق فرمان و انشالله بعد از میان برنامه دیدن میان برنامه در خدمت شما ایزان خواهیم بود با قسمت دوم برنامه همراه ما باشید پروردگاران مرا بینشی عطا کن که تو را بشناسم و دانشی بده تا خود را بشناسم مرا صحتی ببخش تا از کار لذت ببرم و ثروتی عنایت کن تا محتاج نباشم مرا نیرویی بده تا در نبرد زندگی فائق شوم و همتی ببخش تا گناه نکنم مرا صبری عطا کن تا سختی ها را تحمل کنم و طبعی عنایت کن که با مردم بسازم مرا چنان بزرگواری ببخش که با دشمنم مدارا کنم و بینشی عطا کن تا زیبایی های جهان را ببینم مرا عشقی عطا کن تا تو و همه را دوست بدارم و سعادتی بده تا خدمت گذار دیگران باشم مرا ایمانی عنایت کن تا از دستورهایت اطاعت کنم و امیدی ببخش تا از ترس و استراب بر کنار باشم مرا عقلی عطا کن تا از خود نگویم و معنویتی ببخش تا زندگی معنا داشته باشم یا رب الله الهی کفا بی ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما تحب سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با بخش دوم برنامه و وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان دیدگان شما عزیزان هستیم و میپردازیم به بقیه سوالات و محترم یک قسمت از سوال البته سوال شاید کمتر پرسان شده ولی خب یک سوال بود تقریبا 5 6 وجه داشت اگر بحث آیه سجده دار که مطرح شد اگر کسی یا اشتو کس میخونه یا کسی میخونه غلط میخونه و ما متوجه هستیم که یا آیه, آیه سجده دار است ولی خب به صورت غلط خوانده میشه اینجا چه حکم داره سلام مجدد خدمت سامن. شما و خدمت بینندگان عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته در اینجا حضرت آیت الله لزما سیستانی حفظه الله می فرماید امی که طرف بگوید این آیه سجده را خان من تا به صورت چی خان؟ غلط خوان یک زمان ما یک رقمی می که کلا ساختار و معنا و تمامش بخی از بین مرا کسی نمیگه که آیه سجده را خان ولی به صورت چی خان؟ غلط خان او که بخی حسابش تیرس هیچ ولی اگر کسی گفت مردم که این داره سجده آیه سجده داره میخونه اما به صورت چی میخونه غلط میخونه بازم واجبه که اینجا انسان سجده را چی بده انجام بده <تصفح> بعد در مجلس ختم قرآن دیده میشه وقتی که به آیه سجده دار میرسه خب شاید موقعیت سجده کردن نباشه یا به حال میتونه که او آیه را چشم و نخونه مشکل خاصی نیست پروانه پول ارتباطی خدمت بینندگان عزیز اعلام میکنیم نمبر مثبت 964 780 255 40 13 نمبر واتساپی برنامه است و شما عزیزان میتونید سوالات و نظرات و پیشنهاداتتون را رایی کنید کارشناسان عزیز پاسخ خواهند بود بیننده از از کشور افغانستان به نمبر مثبت 93 76 4, 4 نمبر آخر 62 87 شما سوال کردند که آیا یک زن میتونه از یک مرد نامحرم مثل یا همکار خودش تحفه دریافت کنه یعنی خدمت شما و ای بیننده عزیز باید عرض کنیم که اگر بعد از دریافت تحفه کدام گپ و گفتی نباشه کدام حساب کتابی نباشه کدام کمینی نباشه خب اشکالی نداره صرفی که انسان همکار انسان بود نامحرم بود ای نمیتونه به اصطلاح بگه که دریافتش جایز نیست اما اگر پشت سر ازی از چیزهای دیگر خوابیده باشه که در همون هنگام دریافت توفه متوجه از قضیه میشه قطعا این جایز نیست اگر نه به صورت معمولی باشه که خیلی همیالی در جاهای دیگه هستن اتفاق میفته هیچ اشکال خاصی نداره طرف خدمت شما کن برای همخوار خودش یک توفه میته هیچ گپ و سخنی نیست اما دیگه من بیشتر از این نمیتونم معذرت میخوام قضیه را بیشتر باز کنم که دیگه خود سرور نرجمن نسبت به قضیه واقف هستند که اگر 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 ها بود قطعا دریافت یک تحفه جایز نیست رو خودش چی میفهمه زن و مرد میته چی مرد و زن میته بله خود انسان انسان به نفس خودش بسیره هست تقی قرآن از این شهر صاحب التقیه و به موضعه خودش میفهمه که هدف از این دادن و گرفتن بلی چیز چیز بلی. بسیار عالی بیننده دیگر از کشور پاکستان به نمبر مثبت 92 314 4 نمبر آخر 14 22 سوال کردن که آیا انسان میتونه از گوشت قربانی که بر چند روز پیش گذشت رو اداه قربان داشتیم ما از یک گوشت مانده باشه در خانش و خودش کم کم از این استفاده کنه ما در برنامه های قبلی گفتیم که به اصطلاح گوشت قربانی را سه قسمت میکنه انسان یعنی یک قسمتش سلسشه یک سه برای خودش نگه میداره میخواد هر انجام بده و باز یک قسمت دیگر برای خیشاوندان خودش خیشاوند است ولی در این حال فقیرم نیست برادر است مادر است است هر کسی دیگه است برای از میتونه روان کنه و یک سیغومش میتونه که یعنی کار باید بی کار صورت بگیره برای فقرا در نظر بگیره که از این گوشتی و از این قربانی که انجام شده خلاصه یک مقدار سر سفره فقرا هم برده شود و نمیگیم تمام فلسفهش ای باشه ممکن یک از همی باشه که در روز عید قربان بالاخره فقرایی که ممکنه روزها و ماهها یک گوشت نتونن سر سفره خودشان ببرن بلکه دمی ایام انشالله بتونن یک گوشتی سر سفره داشته باشن و یک غذای مفصلی بله پس یک قسمت است یک شمال خودش یک شمال اقربا و یک قسمت دیگر هم میتونه به با... یعنی باید کار صورت بگیره به فقرا بده اما اینکه کل لگی از این انسان خدمت شما قربانی کنه و خود دیگر او شعن قربانی به یک قسمت رعایت نشده نه. است سوال به ذهن من سوال خود کرد شاید به ذهن عزیزم رسیده باشه که شاید کسی دوست داشته که در عید قربان قربانی داشته باشه یا موقعیت چه نداشته یا مصروف بوده به هر حال آیا میتونه یک چند روزی که تیر شده رجاعن به نیت رجاعن مانع نداره خب اما ما قبلا گفتیم کسایی که در مکه معظمه حضور دارن فقط اون روز است من. و امروز روز قربانی است و خدمت شما است کنم کسایی که غیر مکه مکرمه هستن مثل ما و کسایی که اینجا هستیم امروزش هم میتونه انجام بده تا سه روز دیگه هم یعنی اگر قربانی انجام بده قضا و ادا نداره اما بعد از او دیگه مشروعیت به او وضعیت نداره ولی به قصد رجا نه قصدی که وارد شده یعنی میتونم در این تایم ای و در این زمان این کار رو انجام بدم. با این قصد نمیتونن ولی رجاعت میتونه کار را هر وقتی که قربانی بده ولی و هدف... قربانی این قربانی حساب نمیشه, نمیشه. این قربانی فقط در روز اید و تا سی روز بعد سی روز. از اید میتونه چی کنه انجام بده بسیار عالی بیننده عزیز ما از کشور سوئیس به نمبر مثبت 41 779 4 نمبر آخر 5702 سوال پرسون کردن که شاید من خوب متوجه سوالشون نشدیم ایشان نوشته کردن که چرا ما انسان ها تصور میکنیم که جسم هستیم و همیشه دنبال اشیا در حرکت هستیم اگر شما خوب البته ای نسور. که انسان تصور کنه که جسم است خب همه ای تصور ها نداره خیلی از مسلمان ها ای تصور, ها نداره. ای تصور ها نداره که ما فقط چی هستیم؟ جسم هستیم و خیلی از مکاتب دیگه غیر از مکتب اسلام و دین اسلام ای تصور نداره که ما فقط چی هستیم جسم هستیم و روح نیستیم بلکه بسیاری از مکاتب از جمله دین اسلام معتقده به است که ما هم جسم داریم و هم چی داریم، روح, داریم روح داریم خب وقتی که هم جسم باشیم و هم روح امور رقم که دنبال به اصطلاح وجه جسمانی خودمان هستیم که باید باشیم و نمیشه دنبال وجه جسمانی خودش انسان نباشه. نباشه آب نخوره تفریح نکنه ازدواج نکنه سر کار نره پیسه جمع نکنه این امکان نداره همون رقم پس که ما دنبال وجه انس به اصطلاح جسمی خودمون هستیم خب دنبال وجه روحی خودمون هم هستیم که این خودش کلی ما را دنبال وجه روحی ما حرکت میده که به خاطر تعالی روح باشه و اما خب کسایی هم که صرف انسان ها. جسم میدانه خب فکرش بیشتر از او بهش اجازه نمیده و او وقتی عمر رقم باشه او فکر و ذکرش همیست که من اینمی جسم هستم و باید به با بهترین وجه و از بهترین امکانات برای همین جسم خودم چی کنم استفاده احسان. کنم پس همه رقم فکر نمیکنن و همه هم دنبال جسم تنها نیستن در اسلام در غیر اسلام در مکاتب دیگه حتی مکاتبی که به اسلام اینا به تعبیری میگن آسمانی هم نیست همین هم حتی دنبال تعالی روح و یک سری برنامه ریزی هایی برای یکی روحشون رشد رو کنه اینا هستن حالا اون یک سری انسان ها که فقط دنبال جسم گفتم فقط به خاطر فکر و اندیشه و یک کلمه هست یک جمله هست در بین مردم و ممکنه بیشتر روانشناس های جمله رو بگن میگه انسان همانیست که می اندیشد این انسان هرچه اندیشه میکنه دنبال همویه حالا اگر اندیشش فقط این باشه که ما جسم تنهاییم خب فقط دنبال نه. جسم خودش هست اما اگر اندیشش ایست باشه که ما هم جسمم و هم روح هم قیامت یا حساب یا کتاب یا بالاخره برنامه رزیش طور ام. دیگری هم. میشه سخن فکر میکنم از حضرت تعمیر المومین علیه السلام اللہ هم صادر شده باشه به این مضمون که مواظب افکار و اندیشه خود باش که ای تبدیل به رفتار و شخصیت بشه هموطن عزیزمان از کشور امارات متحده عربی به نمبر مثبت 971 و چهار نمبر آخر 0928 شما سوال کردن که من دوست دارم که در نماز خود سوره یاسی تلاوت کنم بله ولی متاسفانه فقط چند آیات اولیه سوره مبارکه رو من یاد دارم آیا میشه که همین چند آیه رو که من یاد دارم تا هر کجا که هست امیر بعد از سوره هم در نماز شود از نظر فقه شیعی بعد از حمد باید یک سوره کامل خوانده شود این سوره میخواد سوره بقره باشه یا این سوره میخواد سوره توحید باشه یا سوره هر سوره دیگه باشه خواندن مقدار از سوره در فقه جعفری کفایت نمیکنه نمی اگرچه در برادران احناف و سایر برادران اهل سنت کفایت بکنه اونا میتونن بعد سوره حمد یک مقداری از آیات از یک سوره را بخونه و کارش انجام بده ولی از نظر ما این جایز نیست پس بنابراین این برادر ما مم. که چند آیه اولش هم بیشتر حفظ نیسته و دوست دارم که سوره چی رو بخونه سوره یاسین رو بخونه مم. خب میتونه از روش بخونه مصحف شریف باز کنه قرآن مجید باز کنه و سوره یاسین را از رویش از روی موبایل هم خونده میشه؟ بله از روی موبایل هم از روی هر چیزی که به یاد به خاطر انسان بیاره و انسان اشتباه و غلط نخونه میتونه این رو انجام بله خب انشالله که چقدر خوب که سوره یاسین هم در نماز خونده شوه قطعا حالا نمازش خوبتری یا نمازی با با حالتری میشه سوره یاسین هم خونده شده در نماز و عزیز دل من از کشور تاجیکستان که ساکن مسکو هستند به نمبر مثبت 7 906 4 نمبر آخر 0404 ایشون از برادران اهل سنت هستند و از کیفیت تیمم سوال کردند که البته به خصوصیشان پاسخ داده شده و دنبال کننده دیگر از کشور تاجیکستان به نمبر مثبت 992 94 نمبر آخر 5778 شان استاد سوال کردن که نظر علمای شیعه در مورد نویسنده صحیح بخاری و کتابش درست خب خدمت عزیز بیننده عزیز اگر ممکنه ما صدای ما را و تصویر ما را ببینه ما در این حالی که خود ما یک قرائت دیگه از اسلام داریم خب برادران اهل سنت ما قراعت دیگری از اسلام دارن ما با همه اختلافاتی که هست که البته قبل از اختلافات جناب حسین صاحب و بینندگان عزیز ما مشترکات بسیار فراوانی داریم یعنی مشترکات بسیار فراوانی داریم و در این حال اختلافات هم هست آنگونه نیست که فقط بین ما و برادران اهل سنت چی باشه اختلاف باشه فعلا چهار مذهب موجود اهل سنت خودشان هم بین خودشان اختلافات فقهی و اختلافات فکری دارند که اگر اختلاف نمی بود چهارتا و پنجتا مفهومی نداشت پس بنابراین در این حال ما اشتراکات بسیاری داریم و خب اختلافاتی هم داریم و به عقیده برادران اهل سنت هم احترام میگذاریم خب سعی بخاری در نزد برادران اهل سنت معتبرترین کتاب بعد از قرآن مجید است خب این عقیده برادران اهل سنت و جماعت است ما هم در بسیاری از موارد البته به خاطر ای که به اصطلاح برادران اهل سنت خود ما را در هنگام بحث مجاب کنیم خب قطعا ما از صحیح بخاری استفاده می کنیم میگیم که صحیح بخاری صحیح مسلم و تمام کتاب هایست میگیم بلی چیزهاییست که خودتان در کتابهای خودتان نوشته کردین و با عنوان کتابی که قبولش داریم خب ما استفاده می کنیم اما نسبت به صاحب صحیح بخاری اونطور که معروف و مشهوره و از نوشته کتاب صحیح بخاری صاحب صحیح بخاری هم برمی است ایست که ای آقا فکر و اندیشه اوموی داشته نسبت به اهل بیت علیه مسلات و سلام توجه نداشته این اگر کل صحیح بخاری رو ما بگردیم شاید به تعداد انگشتان دست انسان روایت از اهل بیت نیاورده چطور میشه مثلا وجود نازلین امیر مؤمنان علی علیه السلام و سلام که مدت مدیدی در کنار پیامبر بود از کودکی از کودکی صدیقه طاهره سلام الله علیها حسنین علیهم السلام اینو در کنار پیغمبر باشه اما روایات از اینا به تعداد انگشتان چی باشه دست باشه خب این نیست مگر که نویسنده از این کتاب یک ذهنیتی داشته یک ذهنیتی داشته به تعبیری در یک پارادایم به سر می برده که همو ذهنیت و پارادایم باعث شده که ای از اهل بیت چیزی نوشته نم. نکنه و از کسایی روایت میاره که چهار صباحی بیش با پیامبر گرامی اسلام اینا مصاحبت نداشتن با همه احترامی که ما به برادران ما داریم این چیزی است که ما نسبت به صحیح بخاری داریم کفر نمیگیم شما کنم و برایش مشکل خاص دیگه هم نمی تراشیم فقط این میگه بسیار خب ما تشکر میکنیم از همه عزیزان که به هر حال می میکنن و سوالات شان رای میکنن ما به خاطر زیق بودن برنامه متاسفانه کل سوالات رو خوانده نمیتونیم یک سوال دیگر رو ما انتخاب میکنیم صد از خدمتتون پرسان میکنیم باشه دیگه ان اگر عمری بود در برنامه های بعدی بیننده از من از کشور افغانستان به بر مثبت 9377 4 نمبر آخر 81 51 ایشان سوال کردن که کسانی که تازه به سن تکلیف میرسن و به سن بلوغ میرسن از کدام مجتهد باید تقلید کنند؟ ما خدایی برنامه نشیشتیم بگویم که مثلا شما از فلان مجتهد تقلید کنید انسان وقتی که به سن بلوغ میرسه باید از یک مجتهدی تقلید کنه که او مجتهد اعلم و دانا از بقیه چی باشه مجتهدین باشه خب یک وقتی خود انسان تشخیص میده که این ای شخص که فکر نمیکنه تشخیص بده یک وقتی هم نه از دو نفر عادل سوال میکنه وقتی که وسیله تکلیف رسید با راهنمای پدر و مادر سراغ دو نفر عادل و دو نفر که اونا خودش تشخیص میتونن بتن که کدام مشتید اعلم است و کدام مشتهید نااعلم علمش کم تره میره سراغ از و با اونا در میان میذاره که من به تکلیف رسیدم و, و با مشاور پدر و مادر شما دو نفره عادل تشخیص دادیم ایناله شما بگوین که امی مرجع تقلیدی که فعلا برای فعلا اعلم و از همه فهم تر و داناتره و در استنباط احکام از همه چی را و او دو مشتهد خدمت و او دو نفر عادل اگر شخصی را معرفی کرد این میتونه از او چی کنه؟ تقلید, تقلید کنه و فردای قیامت چیزی یخنگیر از این نیست چرا؟ چون از مسیر رفته که شرع مقدس همین مسیر تعیین کرده بله بسیار عالی تشکر میکنم استاد و مهم. همچنین تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید باز هم ان توفیق باشه تا در خدمت شما عزیزان باشیم ای گل انتظار یا مهدی تازه تر از بهار یا مهدی جمعه های ما چقدر طولانی است بی تو با انتظار یا مهدی کاش میشد شود همین جمعه جمعه وصل یار یا مهدی اللهم عجل ولی کل تا دیدار بعدی همه شما از آن را به خدای مهربان می سپاریم خدایا را نگه دارزن. <applause>